سلام بچه ها، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به یه سریای ولاگ دیگه با من. امیدوارم که از اول ویدیو تا آخر ویدیو رو ببینید، کلی لذت ببرید. دیگه ولاگم دارم از اینجا شروع میکنم، قراره برم یه کافه جدید خیلی خوشگل. یعنی ویدیو چه دیدم اینجا بودم که اینجا تهرانه یا مثلا یزده یا مثلا اصفهانه، وایبش خیلی باحاله. دیگه با دو تا دوستان میخوایم بریم، الهام و سوا که اکثریتتون میشناسید، اگه نمیشناسیدم که تو این ویدیو آشنا میشید. خلاصه اینکه تو این ولاگ قراره کلی جواب هم بدیم، کلی خوش بگذرونیم. مرسی که حمایت میکنید، کامنت و لایک هم بذارید برا. بریم دیگه. خلاصه بچه ها، فیکس دو ساعت تو ترافیک گیر کردم، هوا اصلا تاریک شد. چقدر خوشگله، بذارید بیرونش نشونتون بدم. اینهاش کافش، در ورودیشو پیدا کنم بذارید. اینهاش، این فکر کنم یه درشه که بسته است. فرشه دیگه. بچه ها، نرگس خانوم بالاخره رسید. اصلا کافه رو چه خوشگله. هلو، ببین کی اینجاست. هلو، چطوری؟ چقدر دیر اومدی؟ آره، دو ساعت تو ترافیک بودم. اینا که غربن، اینا من که سلام، منم هستم. یکی هم اون بعد خونک بودم، خیلی نزدیکم. تو که همین بغل بودی، نه کافه وحید بودی؟ آره، نگاه کن. همه خونه باید داشتیم. بچه کافش خیلی خوشگله. من نمیدونم یه جا دور. سلام بچه ها، چطورید؟ من در حال تولید محتوا هستم. این ویدیو رو خیلی وقت بعد قرار ببینید. حالا نه فردا. ویدیو کاسته چی شد؟ بچه ها، من از اون نودل تنده که خوردید میخوام. اونو نخوردی؟ نه، یه تولید محتوای جدید. یعنی همه تو حوستاسو خرید کردی؟ آره. خیلی ناجوره. خب بچه ها، سبا پاساش رسید. میشه منم تست کنم اصلا؟ بله، شما هم میتونی تست کنی. میشونی هم منم حتی بگیری دارم تست. سلام کنولم. سلام. من دوستش نداشتم. ولی نه اون بعد مزه باشه، ولی اونجوری که میخوای حرفه‌ای در حد کافه و به قول تو 300 خورده اینی. اینو انگار مثلا علی تو خونه بر من داره. خونه من. بالاخره با تاخیر بچه ها سفارش من رسید. این دو تا توت فرنگی کم داره. برای سبا چهار تا توت فرنگی داشته، برای من دو تا توت فرنگی داره. نیم ساعتی سفارش دادم، ثبت نکرده بودم. هم تستش کنم. همین که مزه ایه. کاش بیاد. کاش بیاد. آها آها آها. دوست داری؟ توش ماست هم داره، خیلی جالبه. خوشمزه است. ماست چرا؟ ماست میوه‌ای داره. آره، ماست طعم ماست میوه‌ای بلوبری میده. از کافه بیرون. بچا فاینالی از اون خوشگله. جهنم اومدیم بیرون، جهنم گرون. آفرین، بیرونش هم خوشگل. خیلی خوشگل بود. خوب بود. تو اگه پاستا تو سفارش نمیدی که اون بچا برای ویدیو بود، وگرنه غلط بکنم. اگه پاستا نمی‌خوردی خوب. میشه 400 تومن. پول 5 تا نوشیدنی میشه 400 هزار. ما این 60 تومن خرج می‌کنیم. حالا واسه ما این نمیگه گرون. چرا؟ 500 تومن بیشتر میشه جدی. خب بچه ها چطورید؟ امروز من میرم دکتر پوست. الان کلن چند تا کار دارم که همه شانسی افتاد امروز، یعنی انقدر توش زدم. ببینید وضعیت پوستم، و من تاره تو عمرم من پس دو کار انقدر توش نزده بودم. بعد توشه قرمز و التهابی، حتی انگار چرکی هم هست. بعد گفتم دکتر پوستم رو برم، بعدم برم دکتر زنان ببینم شاید هورمونی اینا باشه و آزمایش اینا همه رو بدم به نوبت. خلاصه دارم میرم یه دکتر خوبم پیدا کردم که حالا تونستم وقت بگیرم و اینا. از دوم که وقتش پر بود، یه دوستم که الان دوربین دست شما.
یک ساعتی زاپاد پیدا کنیم برخنه اومده. اینا را هم از خونه آوردی بخوریم به عنوان صبحونه. هندویچ نخوردم لاکم هم که توجه نکنم. تقریبا داره نوبته میشه گفت برید بالا. دوباره آینه پاکشوزیه بکنیم. فقط اشکال بزرگ اینه که خیلی زده حالت ندارم. من یکی دو بار جوش میزدم حالا این شکلی نشدم. رفتم بچه ها منو ببینید چه وضعی هم. یعنی جوش ها ما تخلیه جوش های زیر پوستی که دست میزنید هست و اینجوری تو آفتاب اینا رداش معلومه حالت کیسیه چیه. اونا رو برام گرفته ببین پوستم چه شکلی شده. بعد انقدر درد داشت انقدر گریه کردم انقدر گریه کردم یعنی بدترین چیز تو عمرم بود. دردش در برابر دردهای دیگه واقعا خیلی بد بود. اصلا نمیفهمم واقعا انقدر درد. اینجوری با تمام قدرت با دستگاه داشت توشا رو میکنم بعد یه تیغ میزن. تیغ بود؟ سوزن بود. سوزن بود. میزد جوشت میکنم خیلی درد داشت واقعا. مامانم زنی زد من گریم دیوونه. ولی ازش نمیگی جوشات خوب میشه؟ خیلی درد داشت. همون موقع درد داشتی که الان که درد نداری. خب دیگه خب بچه ها من گفتم که همین که داغه بیام بهتون نشون بدم که چی بهم داد. اول اینکه یکی از قرصامو نداشت داروخونه گفتش که ایرانیشو دارم. گفتش که اگه برات پیدا کردم شب بیا بگیر. اونو نگرفتم دیگه. یکی فکر کنم این پماده بذارید بازش کنم. سه تیکه وسیله شد 1,080,000. من اینجوری بودم. تازه قرصش هم نگرفته بودم. قرصش هم خارجی از من خیلی گرونه. این پماده که بهم داده نمیتونم بهتون بگم برید بگیرید بچه ها چون فکر میکنم پوست هر کسی متفاوت باشه. یکی هم این پماده رو این قیمتش زده بود 500 تومن. این نمیدونم چنده وایسید ببینم. نمیدونم روی این ریبل قیمت نخورده. یه نه این پماده یه نه کلین دومایسینه. اینو بهتون میتونم بگم بگیرید چون از این محلولای واسه جوشه. عکس من قبل اینکه دکترم بگه بهم داشتم. و اینکه ژل شستشوی صورت هم که بهم داده اینه. من نوتروژینا میزدم دیگه ولی الان این سری دلانو فکر کنم برندش دلانوه. ساخته فرانسه هم هستش. قیمتش هم 370 تومنه. این هم میتونید بگیرید چون جلو شستشوه دیگه. الانم که این بلا رو سر پوستم آورده گفتش که قشنگ این جوشایی که کیستی و زیر پوست هست گفت اونا بعد جوش میشه جای جوش میشه همه رو کن سوزن و اینا. انقدر گریه کردم. خلاصه این که الان گفتش که رفتی خونه حتما صورتت رو با جلو شستشوت بشور و بعدم کریم دومایسین رو بزن به کل صورتت. فردا هم یه بار صبح بعد کریم دومایسین بزنم یه بار شب. پماده هم یه شب اینو میزنم یه شب این. قرص هم شب یه دونه میخورم دیگه. خلاصه این که همین دیگه. امیدوارم که نتیجه بگیرم. بعد ماه دیگه دوباره باید برم برای این پاکسازیه. هر دو ماه یه بار باید برم ویزیت شم. ماه یه بارم واسه این پاکسازیه. وای من رفته بودم به دخترها که داشتم درد میگشتم گفتم من فکر کردم گفت پاکسازی از این فیشال و اینه. گفت نه ما این سوسول بازی ها نداریم. خلاصه بوس بای من برم کارم انجام بدم. بچه ها الانم خیابونم خطرناکه. من دارم الان میرم. امروزم دوباره کار دکتری دارم دندون پزشکی. بعد دیگه امروز وقت لیزرم دارم. لیزرم باید برم. البته الان بعد دندون پزشکی میرم مغازه. الان 8:30 صبح بالاخره تونستم همت به خرج بدم و صبح بیدارشم و بیانم پزشکی. دیگه تو پارکینگ خونه میخواستم برای تو ویدیو بگیرم یادم رفت. الان اینجا خطرناکه. فقط بهتون گفتم که آره دیگه این ولاک فکر میکنم کلا دکتر رو اینا شد. آره بریم دندون پزشکی.
بچه ها من دیگه مغازه دارم میرم لیزر، بعد گشتم هست، گفتم این ذرت بگیرم بخورم چون تو خونه نهار داریم، بعد لیزرم میرم نهار میخوریم. بچه ها تشنگی دارم میمیرم. آقا از این ماسک پرو ها گرفتم، پرو ماسک ایسلندی کاله که تعریف شده چیدم پروتئین داره، من تا حالا نخوردم، الان میخواییم با هم تستش کنیم ببینیم که چرا حس میکرم باید ماسک خوشمزهی باشه و تستش کنم. حس میکردم مثلا چکیده است یا مثلا مثل ماسک میوه یا، ولی نه از این مفت خوب. البته بذارید تست کنم. نهارم مامانم کباب تابهی گذاشته، زنگ زده بود میگفت رسیده بخور، میتونیم با این بخوریم. خدای من ازش خوبه، میتونم با نمک بخورم و عشق کنم. راستی از اون مغازه که این ماستر گرفتم، از این لباشک هم گرفتم تو این چیزاست. بعد این که آها سه برگ قرص، یعنی دو برگ و یک کوچولو که برید برام یه چوسه، شد 1,080,000 تومن. به کی بگم واقعا اصلا. خب بچه ها صبحتون بخیر، اومدم یه چیزی بهتون یاد بدم. این قوطی تونر قبلیمه که تموم شده، بعد من شستمش، میخوام داخلش گلاب بریزم. شما میتونید از گلابم به عنوان تونر استفاده کنید، حالا اگه تونر ندارید یا اگه نمیتونید بخرید، حالا نمیخواید اونقدر هزینه بکنید، یا مثلا یه سری شاید شرایط خریدنش نداشته باشن، هی بخوان هر ماه بخرن تموم میشه. خود گلابم یه تونر عالی برای پوسته. من حالا تونر جدیدمو که گرفتم تو این میخوام گلاب بریزم، که من تونر را دو سری استفاده میکنم. در واقع باید یکی تو روتین شبتون باشه که قبل اینکه میخوابید، یکی هم تو روتین صبحتون باشه. حالا من میخوام تو این گلاب بریزم که صبح از گلاب استفاده کنم، که یه ذره ملایم‌ترم هست و حالا بالاخره از شب قبل پوستم با تونر تمیز اونقدر آلودگی نداره، ولی شبا که اصولا خب بیرون رفتم و این داستانا، از تونر حالا خودم نوتروژینا که استفاده میکنم استفاده کنم. یا حالا مثلا شما هم اگه هر تونری که استفاده میکنید، اشتباه کردم خیلی پر انقدر پرش کردم، ولی ببینید چقدر داخلشون کمه، انقدر همش از گلابه کم شد. آیا انقدر تشنمه دارم میخواد گلابه رو سر بکشم. آره خلاصه اینجوری روشم حالا یه ماجیکی چیزی بکشم که این گلابه، البته بوش معلومه ولی دیگه هر سری باز نکنم بوش کنم. آره دیگه، هم گلاب کلا برای پوست خیلی خوبه، حالا چه به عنوان تونر باشه چه نباشه، ولی یه تونر خیلی خوبه برای پوست. شما هم میتونید این کارو کنید، صبح از گلاب استفاده کنید، شبا از حالا تونر خودتون استفاده کنید، یا اینکه کلا اگه ندارید کلا از این استفاده کنید، چون گلاب تو همه خونه‌ها پیدا میشه، بالاخره قیمتش هم پایین‌تر و این داستانا دیگه. همین خلاصه اینکه شما رو به این جوشام تنها می‌ذارم.